سرخط مهمترین خبرها. هشدار وزارت صحت عامه از افزایش روزافزون ویروس کرونا در کشور. با ثبت 172 واقعه تازه، شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 1703 تن افزایش یافته است. با ثبت 172 رویداد مثبت، تعداد مجموعی واقعات مثبت به 1703 مورد رسید. کشته شدن بیش از 500 غیر نظامی در سه ماه نخست سال 2020 میلادی. سازمان ملل متحد میگوید که آمار تلفات غیر نظامیان در سه ماه نخست سال میلادی در افغانستان به 1293 تن رسیده است. و رهایی بیش از 12,000 زندانی به مناسبت 8 ثور. اداره تنظیم امور زندانها میگوید که بیش از 12,000 زندانی به مناسبت 8 ثور و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندانها آزاد میشوند. قرار است در مجموع 12,399 تن از محبوسین که در تمام محابس افغانستان وجود دارد رها شود. به نام خدا و با عرض سلام، به خبر شش از نگاه خوش آمدید. امروز دوشنبه 8 ماه ثور سال 1399 خورشیدی است که برابر است با 27 ماه اپریل سال 2020 میلادی. 172 واقعه تازه ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور به ثبت رسیده است. با ثبت این آمار، شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا به 1703 مورد رسیده که از این میان تا اکنون 57 تن جان باخته و 220 تن دیگر صحت یاب شدند. در این حال وزارت صحت عامه میگوید که ویروس کرونا در کشور به مرحله حساس رسیده و در صورت عدم رعایت نکات صحی و قیود روزگردی عواقب ناگوار در پی خواهد داشت. وزارت صحت عامه از ثبت 172 واقعه تازه ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت می‌گوید که در طی این مدت 604 نمونه مشکوک کرونا مورد آزمایش قرار گرفته که از این میان 172 مورد آن مثبت تشخیص شده است. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه از این میان 34 رویداد در ولایت بلخ، 33 رویداد در هرات، 27 رویداد در کابل، 21 رویداد در قندهار، 8 رویداد در پکتیا، 8 رویداد در بغلان، 7 رویداد در کندوز، 5 رویداد دیگر در ولایت‌های سرپل و غور، 4 رویداد دیگر در ولایت‌های سمنگان و نیمروز، 3 رویداد دیگر در ولایت‌های فاریاب، ننگرهار، لغمان و خوست، 2 رویداد در ولایت هلمند و 1 رویداد دیگر در ولایت‌های پکتیا و پنشر به ثبت رسیدند. با این حساب آمار مجموعی افراد مبتلا شده به ویروس کرونا در کشور به 1703 تن افزایش یافته است. از آغاز ثبت واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان این بیشترین رقم است که در طی 24 ساعت در کشور به ثبت رسیده است. در 24 ساعت گذشته 604 سمپل مشکوک مورد آزمایشات لابراتوری قرار گرفت که از او جمله 172 واقع رویداد مثبت ثبت شد که با ثبت 172 رویداد مثبت تعداد مجموعی واقعات مثبت به 1703 مورد رسید که در ولایت بلخ 34 رویداد مثبت، هرات 33، کابل 27، قندهار 21، پکتیا و بغلان هر کدام 8 رویداد مثبت، کندوز 7 رویداد مثبت، سرپل و غور هر کدام 5 رویداد مثبت، سمنگان 4، نیمروز 4، ولایت های فاریاب، ننگرهار، لغمان و خوست هر کدام 3 واقعه مثبت، ولایت هلمند 2 رویداد مثبت، پکتیکا و پنشیر هر کدام 1 واقعه مثبت.
در این حال وزارت صحت عامه میگوید که در 24 ساعت گذشته 7 تن در اثر بیماری کووید 19 جانهایشان را از دست داده که با این شمار رقم مجموعی جان باختگان نیز به 57 تن میرسد که بیشتر از 3% مرگ و میر مبتلایان به این ویروس را نشان میدهد. اما در این مدت 13 تن صحت یاب شده که رقم مجموعی صحت یاب شدگان نیز به 220 تن میرسد. متاسفانه که 7 واقع فوتی هم داشتیم در 24 ساعت گذشته که 2 واقع فوتی در ولایت هرات و همچنان 2 واقع فوتی در ولایت بلخ، 1 واقع فوتی در ولایت سرپل و همچنان 1 واقع فوتی در ولایت کنر و واقع دیگه هم در ولایت قندهار داشتیم که تعداد مجموع فوتی های ما به 57 تن رسید و ضمناً 13 تن شفایاب شدند که در شفایاب شده ها 6 تن در پکتیا شفایاب شدند، 5 تن در ولایت هرات و 2 تن در ولایت قندهار. مجموع افرادی که شفایاب شدند، مریضایی که شفایاب شدند 220 تن که به حساب فیصدی تقریباً 13% و وفیات ما 3.34% تا امی لحظه که با شما صحبت میکنم تشکیل میدم. با این حال وزارت صحت عامه هشدار میدهد که ویروس کرونا در کشور به مرحله حساس رسیده و در صورت عدم رعایت نکات صحی و قیود روزگردی عواقب ناگوار در پی خواهد داشت. سخنگوی وزارت بار دیگر از تمامی شهروندان کشور میخواهد که برای جلوگیری از مصاب شدن به ویروس کرونا در خانه هایشان بمانند و نکات صحی را رعایت کنند. ما به طرف پیک یا اوج مرض روان هستیم. واقعات روز به روز زیاد شده میره، سیر صعودی را داره و هفته های پیش رو بسیار زیاد بر ما مهم است. بنان هر آنچه که وزارت صحت عامه شما خواسته به او توجه بکنه، از گشت و گذار غیر ضروری جدا خودداری بکنه، ساعت خود اهمیت بدین، ساعت فامیل و ساعت جامعه را. بر اساس معلومات پانتونی جانز هاپکینز ایالات متحده آمریکا، این ویروس در 185 کشور و قلمرو جهان تا صبح روز دوشنبه جان بیش از 206 هزار تن را گرفته و نزدیک به 3 میلیون تن دیگر به این ویروس در سراسر جهان مبتلا شدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر یک گزارش تازه گفته است که در 3 ماه نخست سال 2020 میلادی حدود 1300 غیر نظامی قربانی جنگ شدند. بر اساس این گزارش یونما، از اول ماه جنوری امسال تا اکنون بیش از 500 غیر نظامی به شمول کودکان در اثر جنگ در این کشور کشته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش آمده است که هنوز هم غیر نظامیان بیشترین قربانی جنگ در افغانستانند. سازمان ملل متحد از تمامی گروه های درگیر در این کشور خواسته است که از آسیب رساندن به غیر نظامیان خودداری کنند. یافته های این گزارش نشان می دهد که 55% عامل این تلفات مخالفان مسلح دولت افغانستان شناخته شده است. بر اساس یک گزارش تازه یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در جریان 3 ماه اول سال جاری میلادی 533 غیر نظامی در اثر جنگ در افغانستان کشته و 760 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. یافته های یونما نشان می دهد که در میان کشته شدگان 152 کودک و 60 زن و در میان زخمیان نیز 265 کودک و 108 زن شاملند. به نقل از این گزارش، غیر نظامیان همچنان تلفات سنگین جنگ را متحمل می شوند. در این گزارش به ضرورت فوری با تلاش های بیشتر تمام گروه های درگیر جهت حفاظت از غیر نظامیان تاکید شده است. یافته های این گزارش نشان می دهد انتظار می رفت گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان آغاز و همچنان راه های برای کاهش خشونت ها و اولویت بندی تلاش ها جهت حفاظت از همه افغان ها از اثر ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 جستجو شود. اما دیده می شود که ماه مارچ گواه افزایش نگران کننده خشونت ها بوده است. با این حال نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان از تمامی گروه های درگیر خواسته است تا از فرصتی که
با فراخوان سرمنشی ملل متحد برای آتشبس جهانی جهت تمرکز بر تلاش‌های جمعی برای مبارزه با دشمن مشترک شیوع ویروس کرونا ارائه شده است استفاده کنند. برای حفظ زندگی تعداد بیشمار افراد ملکی در افغانستان و امید دادن به مردم برای آینده بهتر، مهم است که تا خشونت با ایجاد یک آتش‌بس و آغاز مذاکرات صلح متوقف شود. در این گزارش یونما آمده است که 55% غیر نظامیان در جریان 3 ماه اول سال جاری میلادی از سوی عناصر مخالف دولت کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش در این مدت 282 غیر نظامی از سوی عناصر مخالف دولت کشته و 428 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. گروه طالبان عامل 39%، گروه داعش عامل 13% و عناصر نامشخص مخالف دولت نیز عامل 3% تلفات غیر نظامیان دانسته شدند. همچنان گفته شده است که شمار غیر نظامیانی که از سوی عناصر مخالف دولت به ویژه گروه طالبان کشته شدند در مقایسه با سال گذشته میلادی به دلیل افزایش در کشتار هدفمند و اعدام‌های صحرایی 22% افزایش یافته است. همین طور نیروهای طرفدار دولت مسئول 32%، نیروهای افغان 21%، نیروهای خارجی 8% و عناصر نامشخص طرفدار دولت عامل 3% تلفات غیر نظامیان در 3 ماه اول سال جاری میلادی دانسته شدند. این نیروها باعث تلفات 412 غیر نظامی، 198 کشته و 214 زخمی شناخته شدند. در بخش از این گزارش آمده است، جای نگرانی است که در جریان 3 ماه اول سال در مقایسه با عناصر مخالف دولت، نیروهای طرفدار دولت بیشتر مسئول مرگ و میر اطفال بودند، چنانچه تلفات منسوب به این نیروها نسبت به گذشته 2 برابر افزایش را نشان می‌دهد. این تلفات عمدتاً از اثر حملات هوایی و فیروهای غیر مستقیم در جریان درگیری‌های زمینی صورت گرفته است. یونما از کاهش در میزان تلفات غیر نظامیان توسط نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با میزان مشابه در سال گذشته خبر داده، اما در این حال از افزایش تلفات غیر نظامیان در اثر فیرهای مستقیم و حملات هوایی نیروهای افغان ابراز نگرانی کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در ادامه این گزارش افزوده است که با وجود افزایش سطح خشونت‌ها و تلفات غیر نظامیان در ماه مارچ، شمار تلفات غیر نظامیان در 3 ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته میلادی 29% کاهش یافته و کمترین آمار از ربع اول سال از سال 2020 میلادی به این طرف است. دولت افغانستان اعلام کرده است که به مناسبت 8 ثور، پیروزی روز پیروزی مجاهدین، هزاران زندانی از زندانهای کشور آزاد می شوند. با این حال اداره تنظیم امور زندانها می گوید که 12399 زندانی به مناسبت 8 ثور، روز پیروزی مجاهدین و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از زندانهای کشور آزاد می شوند. این اداره از تمامی زندانیان که بر اساس این فرمان رها می شوند خواست تا پس از رهایی به مدت 14 روز در خانه هایشان بمانند. 8 ثور سال 1371 هجری خورشیدی به عنوان روز پیروزی مجاهدین در برابر رژیم شوروی سابق یاد می شود. 28 سال پیش در این روز مجاهدین بر نیروهای ارتش سرخ پیروز شدند و حکومت را به دست گرفتند. با این حال رئیس اداره تنظیم امور زندان‌ها در یک نشست خبری گفت که به مناسبت 8 ثور و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های کشور، فرمان عفو و تخفیف زندانیان از سوی دولت افغانستان صادر شده است. به گفته او بر اساس این فرمان 12399 زندانی از تمامی زندان‌های سراسر کشور آزاد می‌شوند. قرار است در مجموع 12399 تن از محبوسین که در تمام محابس افغانستان وجود دارد رها شود. قبل از این شما در جریان هستین که فرمان اختصاصی شماره که جادمان رئیس جمهور صادر شده بود، بر بنیاد او فرمان قرار بود حدود 10000 تن رها شود که از او جمله
تا اکنون 6124 تن رها شده. به هر حال موضوع مهمی که با رسانه محترم باید شریک شوه ای است که ما در کل 36000 تن محبوس در سراسر افغانستان داشتیم. از او جمله 6124 تن به اساس فرمان قبلی رها شده که پروسه جریان داره و 12399 تن هم به اساس فرمان فعلی که رئیس جمهور رو توشیح کردن که 800 رها میشه. رئیس اداره تنظیم امور زندان ها در نشست خبری از تمامی زندانیانی که بر اساس این فرمان رها می شوند خواست تا پس از رهایی به مدت 14 روز در خانه هایشان بمانند. و افزود که این اقدام را به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا روی دست می گیرند. احمد راشید توتاخل گفت که بر اساس این فرمان 6124 زندانی رها شدند و روند رهایی همچنان جریان دارد. خواست ما از زندانی هایی که رها میشه و فامیلایشان ای است که لطفاً به مجرد که رها میشین 14 روز در خانه هایتان قرنطین بمانین. لطفاً کسایی که رها میشین و فامیلایشان خطاب ما ای است که 14 روز بعد از رهایی در خانه هایتان بمانین، بیرون نبرین، قرنطین باشین. طبق معلومات اداره تنظیم امور زندان ها در حال حاضر بیش از 40000 نفر در زندان های کشور نگهداری می شوند. با توجه به افزایش روزافزون بیماران کووید 19 یکی از نگرانی های جدی شیوع این بیماری در میان زندانیان است. این در حالی است که شمار بیماران کووید 19 در کشور به 1703 نفر رسیده است. نرخ مواد اولیه از جمله آرد روغن بار دیگر به گونه سرسام آور در بازارهای کابل پایتخت افزایش یافته است. پایتخت نشینان از بلند رفتن بهای مواد اولیه سخت انتقاد کرده و عامل اصلی افزایش بهای مواد خوراکی را نبود کنترل در بازارها عنوان می کنند. با این حال شهروندان کشور مسئولان حکومتی را به بی‌پروایی در کنترل نرخ‌ها متهم کرده می گویند. در صورتی که در بازارها کنترل جدی صورت نگیرد، مردم با بلند رفتن نرخ‌ها توان خرید مواد اولیه را ندارند. در چند روز گذشته بار دیگر بهای مواد اولیه به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است. پایتخت نشینان با انتقاد شدید از بلند رفتن بهای مواد خوراکی مسئولان حکومتی را به بی‌پروایی در کنترل نرخ‌ها متهم کردند. اینان میگویند در صورتی که کنترل جدی از بازارها صورت نگیرد، شهروندان کشور به ویژه کارگرانی که درآمد روزانه دارند، توان خرید را نخواهند داشت. از کلگه بازار خبر بگیره که نرخ‌ها چی حالند، مردم بیچاره چی حالند. هر کس یک کراچی پوشته یک بهتر میده، خدا میگه که چا تا نان مره بده. نان هم کسی نمیده، دوش میده می پرار میکنه. از این خواهش ما از این دولت مزاره همیست که خواهش میکنیم که بلیاز خدا همی تبایی ره همی به اتفاق ره بس کنه دیگه. پایتخت نشینان با ابراز نگرانی از افزایش نرخ ها اما هشدار میدهند که در چنین شرایط و با توجه به نبود کار، در صورتی که مسئولان حکومتی به خانواده های نیازمند و نادار توجه جدی نکنند، آنان از گرسنگی جانهایشان را از دست خواهند داد. در این میان اما کارگرانی که درآمد روزانه دارند، بیشتر از همه با چالش های جدی اقتصادی روبرو اند. آنان میگویند روزانه از 20 تا 100 افغانی کار میکنند که این مقدار پول خرج خانواده هایشان را تأمین کردن نمیتواند. قیمتی هم بیشتر زیادتر زیاد شده رفت روز به روز. این مردم بیچاره کال فعلاً میبینین کلشون از مجبوری با آمدن به خاطر کار بار، به خاطر یک لقمانان که هر کدامش در خانه خود از یک لقمانان پیدا کردن نمیتونن، میان یک سودار که وقتی که میخرن یک سیر کچالو را سیر 3.5 رپا میخرن. مثل از او همچنان میوار خود غریب طبقه خورده نمیتونن غیر مورای صاحبا. با این حال شهروندان کشور از مسئولان حکومتی خواستند که از بازارها کنترل جدی نموده و با احتکارگران برخورد جدی نمایند. این در حالی است که همواره مسئولان حکومتی از کنترل نرخ‌ها در بازارهای کشور اطمینان داده است، اما به گونه درست عملی نشده است. زیاد مشکلات سر مخامخ دی روز برای کارونه نسه کارونه بندی
هر قسم کارونه تجارتونه او دا بالونه زیاتره د افغانستان بالونه په سرحدو کې باندې لکه پاکستان کې مثال ورکو د دلته زیات قیمتي مشکلاتو په نور نړۍ کې کچیر روزا سی په روزا قیمتونه راکبیږي او افغانستان کې برعکس د روزي په میاس کې د شورتیا د مسلمانۍ داوی هم که ځان ته مسلمانان هم وای قیمتونه څو چنده لوړیږي دغه مشکلات په امید وسره همه ساله با آمدن ماه مبارک رمضان نرخ ها به گونه بی پیشینه افزایش می یابد اما امسال نسبت به سالهای پیش چالش شهروندان کشور به ویژه خانواده های نادار را دو برابر ساخته است من ای گشت و گذار و نبودی کار بسیار شهروندان کشور را به چالش های جدی اقتصادی روبرو کرده است در پی اتهام تجاوز جنسی دو سرباز پلیس بر دو خانم در ولسوالی جوغوری ولایت غزنی شماری از باشندگان این ولسوالی دست به اعتراض زدند با این حال وزارت امور داخله میگوید که فرمانده پلیس و آمر جنایی این ولسوالی از وظایفشان برکنار شدند تارا قاریان سخنگوی وزارت داخله میگوید که فرمانده پلیس و آمر جنایی ولسوالی جوغوری برکنار شده و برای تحقیق بیشتر به کابل فرستاده شدند آقای آریان گفته که دو سرباز متهم در جوغوری توقیف و زیر تحقیق جدی قرار دارند. با این حال باشندگان ولسوالی جوغوری ولایت غزنی با راه اندازی تظاهرات خواستار بازداشت و به محاکمه کشاندن عاملین این رویداد شدند. اینان باشندگان ولسوالی جوغوری ولایت غزنی هستند که دست به اعتراض زده اند. شمار از باشندگان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی ادعا میکنند که دو سرباز پلیس فرماندهی این ولسوالی بر دو دختر در این ولسوالی تجاوز جنسی کرده اند. باشندگان ولسوالی جاغوری بر بازداشت عاملین این رویداد تاکید کرده و خواستار به محکمه کشانیدن عاملین این رویداد شدند. با گفته باشندگان ولسوالی جاغوری این دو سرباز پلیس که متهم به تجاوز جنسی هن یکی آن محافظ قماندانی امنی ولسوالی جاغوری و دیگری آن محافظ آمر جنایی این ولسوالی است. این ادعای تجاوز جنسی در جاغوری پس از آن مطرح شد که عصر دیروز دو سرباز پلیس با دو خانم در یک تپه دیده شدند. بادیگارد قماندان امنیه و خود بادیگارد آمر جنایی را در اینجا در این صحنه بسیار فجایع و خطرناک گیر کردن تا ای که آوردن داخل قماندانی که آردو آدمی که عملی زشت را انجام داده تجاوز کرده همین داخل قماندانی زنجیر پید و زولانه است. خود قماندان و ولسوال رادمن به این صحنه کاملا دقیق دست داشت و عملا اولین فعلی از این بدبختی را با او دختر امی قماندان و امی ولسوال انجام داده بود. خانالی رادمن ولسوال جاغری اما میگویند که پس از این ادعا عصر دیروز تا یک مکتوب از مقام والی غزنی خواستار اعزام هیئت و بررسی این رویداد شده است. با این حال باشندگان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بر بررسی جدی این موضوع تاکید کرده و خواستار برکناری فرمانده پلیس و آمر جنایی این ولسوالی از وظیفه ایشان شدند. دیگر ولسوال جایش در اینجا نیست باید بره. کماندان دیگر جایش در اینجا نباید بره. آمر جنایی دیگر در اینجا جایش نیست. با اینکه خودگون ما از دست خود کماندان امنی دلسوز ولسوال دلسوز استاد کنی. با این حال وزارت امور داخله اعلان کرده است که دو سرباز متهم به تجاوز جنسی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بازداشت شده و فرمانده پلیس و آمر جنایی ولسوالی نیز از وظیفه‌شان برکنار شدند. مسئولان ولایت قندوز از عقب زدن حمله های گروه طالبان بر پسته های نیروهای امنیتی در ولسوالی های چهاردره و امام صاحب این ولایت خبر می دهند. سخنگوی قماندانی امنیه قندوز گفته طالبان شب گذشته بر پسته های نیروهای امنیتی هجوم بردند. هجرت الله اکبری گفته در نتیجه چندین ساعت درگیری 10 طالب مسلح کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند و متبقی آنها از ساحه فرار کردند. وی می افزاید که در این درگیری یک سرباز پلیس جان باخته و یک سرباز پلیس دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارش های مسئولان امنیتی این ولایت تمامی پسته ها در کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی قرار دارند و درگیری بامداد امروز خاتمه یافته است. اما طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند.
مسئولان امنیتی ولایت فاریاب میگویند که در دو رویداد جداگانه در ولسوالی های خواجه سبزپوش و شیرین‌تگاب ولایت فاریاب یک فرمانده ارشد طالبان با 21 تن دیگر این گروه کشته شدند. مسئولان امنیتی می افزایند که گروه طالبان در نتیجه درگیری های مسلحانه با نیروهای امنیتی شب گذشته کشته شدند. سخنگوی پلیس فاریاب می گوید که گروه از طالبان قصد تصرف پوسته های امنیتی را در ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت داشتند. به گفته او حمله آنان با واکنش نیروهای امنیتی روبرو شده و در نتیجه آن 5 تن از گروه طالبان به شمول یک فرمانده ارشد این گروه کشته شدند و 5 تن دیگر این گروه زخم برداشتند. سخنگوی پلیس فاریاب می افزاید که در یک حمله دیگر گروه طالبان بر پوسته های امنیتی در مرکز ولسوالی شیرین‌تگاب این ولایت 3 طالب مسلح کشته شده و 8 تن دیگر این گروه زخمی شدند. این درگیری شب گذشته حدود 4 ساعت ادامه داشته است. آقای یورش می افزاید که در این دو رویداد جداگانه 4 نیروی امنیتی در ولسوالی خواجه سبزپوش زخمی شدند و 1 سرباز امنیتی در ولسوالی شیرین‌تگاب جان باخته است. مسئولان شرکت برشنا می گویند که پایه منهدم شده در ولسوالی میربچه‌کود ولایت کابل تا 5 روز دیگر ترمیم می شود. پایه لاین برق وارداتی 220 کیلووولت روز یک شنبه در روستای میرزاخیل ولسوالی میربچه‌کود ولایت کابل از سوی افراد ناشناس منهدم شد. با انهدام این پایه برق وارداتی به کابل پایتخت و ولایت های ننگرهار، خوست، لغمان، غزنی، لوگر، میدان آوردک و پکتیا قطع شده است. سخنگوی شرکت برشنا امروز گفته که کار روی ترمیم پایه منهدم شده آغاز شده و تا 5 روز دیگر تکمیل می شود. طبق معلومات سخنگوی شرکت برشنا، پایه منهدم شده 340 مگاوات برق وارداتی را به کابل و ولایت های همجوار انتقال می داد و با انهدام آن 300 هزار دلار هزینه ترمیم روی دست شرکت برشنا گذاشته شده است و خسارات غیر مستقیم این پایه منهدم شده را میلیون ها دلار اعلام کرد. پیش از این نیز پایه های برق وارداتی در ولایت های پروان و بلغلان از سوی گروه های ناشناس و در موارد نیز توسط طالبان تخریب شده است. در ادامه گزارش وضعیت آب و هوا. در خارج از کشور مقام‌های امارات متحده عربی اعلام کردند که قرنطینه 24 ساعته دو منطقه تجاری دبی شامل نایف و الراز از امروز دوشنبه برداشته می‌شود. مقام‌های امارات متحده عربی اعلام کردند که قرنطینه 24 ساعته دو منطقه تجاری دبی شامل نایف و الراز از روز دوشنبه برداشته می‌شود. با این حال در این دو منطقه مانند دیگر مناطق امارات همچنان قوانین منع شد از ساعت 10 شب تا 6 صبح اعمال می شود. در این دو منطقه جمعیت زیادی از کارگران مهاجر کم درآمد حضور دارند و فعالیت می کنند. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که در روزهای اخیر هیچ فرد جدید مبتلا به ویروس کرونا در این دو منطقه گزارش نشده است. امارات تا اکنون بیش از 10,300 فرد مبتلا به کووید 19 را ثبت کرده است که از این تعداد 76 تن نیز جان خود را از دست دادند.
مسئولان وزارت صحت چین اعلام کردند که این کشور در 24 ساعت گذشته 3 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده است و به مانند روزهای قبل هیچ مورد فوتی جدید در این کشور گزارش نشده است. کمیسیون صحت ملی چین در بولتون روزانه خود آورده است که از میان موارد جدید ابتلا 2 مورد از خارج از خاک چین به این کشور وارد شده است و نسبت به 5 مورد روز قبل از آن با کاهش روبرو بوده است. در این میان تنها یک مورد ابتلای داخلی شناسایی شده است که فرد مبتلا ساکن ولایت مرزی هلگانجن بوده است. در پی کند شدن شیوع ویروس کرونا در ایتالیا، دولت این کشور از طرح خود برای دومین مرحله از کاهش تدریجی محدودیت‌های قرنطینه خبر دادند. نخست وزیر ایتالیا میگوید مرحله دوم کاهش تدریجی محدودیت‌هایی که به هدف مقابله با همگیری ویروس کرونا اعمال شدند از 15 ماه ثور آغاز خواهد شد. به گفته آقای گونتا، مرحله دوم کاهش محدودیت ها در حال اجرا می شود که مقررات فاصله گیری اجتماعی همچنان پا بر جا خواهد بود. نخست وزیر ایتالیا می افزاید در ابتدا شهروندان اجازه خواهند داشت تا با رعایت بهداشتی مانند پوشیدن ماسک و دیدن بستگانشان بروند. همچنین طبق گفته نخست وزیر ایتالیا پارک ها باز می شوند، ولی تعطیلی مکاتب تا ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت. ایالت‌های بیشتری در آمریکا در حال حرکت تدریجی به سوی کاستن از محدودیت‌های اعمال شده به هدف مقابله با همگیری ویروس کرونا هستند. با این حال، به گفته بعضی از سیاستمداران آمریکایی، رعایت مقررات فاصله گذاری اجتماعی دست کم تا پایان تابستان ضروری است. هماهنگ کننده کار گروه مقابله با همگیری ویروس کرونا در کاخ سفید پیش بینی کرد شیوع این ویروس تا پایان ماه ثور به طور قابل توجه کاهش خواهد یافت. دست کم 957 هزار تن بیمار مبتلا به ویروس کرونا در آمریکا شناسایی شدند و حدود 45400 تن نیز جانشان را در اثر این ویروس در این کشور از دست دادند. نریندرا مودی صدر اعظم هند شهروندان کشورش را بر ضد هر نوع بی‌غوری در مبارزه علیه ویروس کرونا هشدار داده است. صدر اعظم هند می افزاید که مردم باید عادت‌هایشان را تغییر داده، برای مدت طولانی فاصله های اجتماعی را مد نظر گیرند، ماسک بپوشند و آب دهانشان را در محل های عمومی نیندازند. صدر اعظم هند افزود که یک سیستم سنتی طبی هندی به نام آیورادا که شامل یوگا و نوشیدن متواتر آب گرم است توصیه می کند که می تواند در سیستم محافظتی بدن خیلی مثمر باشد. هند به تاریخ 25 ماه مارچ قرنطینه عمومی را اعلام کرد که تا 3 ماه می ادامه خواهد داشت، ولی این محدودیت ها تا حد به هدف فراهم کردن فرصت برای فقیرترین روزمزدان کاهش یافته است. حدود 25670 تن در هند مصاب به ویروس کرونا شده و 824 تن نیز تا حال از اثر آن جان دادند. بیننده های عزیز، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضور شما گردید. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.